سلام، شب و روز شما بخیر. امیدوارم هر کجا که هستین شاد و سلامت باشین. به این بخش خبری خوش آمدین. امروز 13 فروردین مردم ایران در یک رسم دیرینه به دامان طبیعت رفتند تا نحسی این روز را بدر کنند. جمهوری اسلامی از بدو تأسیس خود همواره با این رسوم ایرانیان مخالفت کرده است. این رژیم حتی از واژه 13 بدر نیز استفاده نمی کند و این روز را روز طبیعت نامگذاری کرده است. در روزهای اخیر احمد خاتمی امام جمعه تندرو تهران خطاب به مردم گفت 13 بدر خرافات است و در شأن مردم ایران نیست که سبز گره بزنند. در همین حال صبح امروز سردار حسین ساجدینیا رئیس پلیس پایتخت از آمادگی کامل نیروهای این پلیس برای 13 بدر خبر داد و گفت ماموران پلیس راه رو نیز در راه‌های ورودی و خروجی پایتخت و تفرجگاه‌ها مستقر هستند و امروز از گشت‌های هوایی به منظور کنترل تفرجگاه‌ها، پارک‌ها و سطح معابر استفاده می‌کنیم. موج جدید سرما و بارش برف در مناطق مختلف ایران هزاران مسافر نوروزی را در جاده‌ها گرفتار کرده و در یک مورد نیز به ریزش کوه و مرگ دست کم 2 نفر انجامیده است. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از مقامات سازمان مدیریت بحران کشور نوشت ریزش کوه در محور کرج‌چالوس به مرگ دست کم 2 نفر انجامیده است و سرنوشت 2 مسافر دیگر نیز نامشخص است. دمای استانهای مختلف ایران از روز یکشنبه افت شدیدی را تجربه کرده که با کولاک و بارش شدید برف در 9 استان اردبیل، چهارمحال و بختیاری، آذربایجان شرقی و غربی، گیلان، کردستان، زنجان، قم و مازندران همراه بوده است. گردشگری در طی دهه‌های اخیر به یک صنعت بسیار مهم و پررونق برای کشورهای دارای جاذبه گردشگری تبدیل شده. علاوه بر سود سرشار این صنعت، گردشگری موجب شده تا کشورها از این فرصت در جهت تقویت، گسترش و معرفی فرهنگ خود به دیگر ملل دنیا بهره ببرند. اما چگونگی وضعیت گردشگری در ایران، آن هم در آستانه تعطیلات نوروزی، در گزارش مهستان بختیاری. بر اساس تازه‌ترین آمار منتشر شده از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور، مجموعه تاریخی تخت جمشید در نوروز امسال تونسته رتبه نخست بازدید کنندگان آثار تاریخی کشور رو به خودش اختصاص بده. این آمار اشاره میکنه که در 7 روز نخست نوروز امسال بیش از 327,000 نفر از مجموعه تاریخی تخت جمشید بازدید کردن. هرچند این مجموعه تاریخی امسال تونسته این رتبه رو در واقع به دست بیاره، اما در قیاس با پتانسیل بالای ایران در زمینه گردشگری و آثار تاریخی به نظر این آمار خوشایندی نمیاد. ایران با بیش از 1,200,000 اثر تاریخی ثبت شده یکی از 7 قطب بزرگ گردشگری جهان محسوب میشه که به ویژه بعد از وقوع انقلاب اسلامی در ایران هرگز نتونست از این فرصت مهم اقتصادی بهره کافی رو ببره. در حال حاضر بیش از 800 میلیارد دلار گردش مالی سالیانه صنعت توریسم در جهان هستش که از این رقم بزرگ سهم ایران حتی کمتر از 0.1% هستش. همونطوری گفتیم این هم به ویژه بعد از وقوع انقلاب اسلامی در ایران تقریبا به امری فراموش شده تبدیل شد. حتی در سالیان اخیر بسیاری از ایرانیان به دلایل گوناگون از جمله سختگیری های حکومت در امر گردشگری ترجیح دادن که در این زمینه از کشورهای همچون ترکیه و دبی بازدید بکنن. آخرین گزارش عرب نیوز حکایت از اون داره که ایران در ردیف 10 کشور نخست بازدید کننده از امیرنشین دبی قرار داره و در این رده‌بندی رتبه ایران در واقع رتبه 9 هستش، حتی پیشتر از کشور چین، کشوری که بیش از 1 میلیارد نفر جمعیت داره. این گزارش همینطور اشاره میکنه که تنها در فاصله زمانی ماه دسامبر تا ماه ژانویه 2013 بیش از 300,000 ایرانی از امیرنشین دبی بازدید کردن. این آمار ارقام در حالی منتشر میشه که هفته گذشته اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان فارس، یکی از استانهای مهم گردشگری کشور، عنوان کرد که آمار بازدید کنندگان و گردشگران این استان نسبت به سال گذشته 7% کاهش داشته. بیمهری و بیتوجهی و تندخویی مقامات جمهوری اسلامی ایران نسبت به مظاهر تاریخی و آثار ملی و همینطور نبوده یک مدیریت علمی و جامع و بالاتر از اون وضع قوانین سختگیرانه حکومتی و مذهبی، همه و همه باعث شده تا ایران به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای دارای پتانسیل آثار تاریخی و گردشگری هرگز نتونه در این زمینه موفق باشه و حتی بدتر از اون، در طی این سالها ما شاهد تخریب و از بین رفتن بسیاری از آثار تاریخی در کشور باشیم.
سپاه پاسداران با انتشار بیانیه اعلام کرد آماده است به دشمنان انقلاب و نظام اسلامی پاسخ کوبنده، قاطع و ویران کننده‌ای بدهد. سپاه در بیانیه خود که به مناسبت روز 12 فروردین منتشر کرده، آورده تحت فرمان علی خامنه‌ای همچنان در دفاع از ارزش‌های بزرگ انقلاب آماده هر گونه جانفشانی و فداکاری است. در این بیانیه هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه سپاه پاسداران آماده پاسخ ویران کننده به حملات احتمالی نظامی است دیده نمی شود. به نظر می رسد این بیانیه بیشتر با هدف هشدار به برخی جریان‌های داخلی تنظیم و منتشر شده باشد. سپاه پاسداران در بیانیه خود بیان که نامی از دولت حسن روحانی ببرد، خواستار رفع دغدغه‌های موجود علی خامنه‌ای در صحنه اقتصاد و فرهنگ کشور شده است. تعدادی از خانواده‌های قربانیان راهیان نور تهدید کردند در صورت عدم رسیدگی به پرونده فرزندشان جلوی ساختمان مجلس تحصن خواهند کرد. یکی از اعضای خانواده این دانش آموزان کشته شده در حادثه رانندگی کاروان راهیان نور هنگام حضور محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس بر سر مزار قربانیان با انتقاد از بی‌توجهی مجلس به گزارش کمیسیون امنیت ملی درباره این پرونده گفت نه دادگاهی تشکیل شد و نه مقصری مشخص شد. حتی بنیاد شهید یک بنر تسلیت برای ما نفرستاد. 26 دانش آموز دختر بروجانی مهرماه سال 1391 در بازگشت از سفر کاروان راهیان نور از مناطق جنگی در سانحه تصادف جان خود را از دست دادند. گروه جیش العدل در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تا پایان مذاکرات با مقام‌های ایرانی هیچ گونه خطری جان اسرا را تهدید نمی‌کند. این گروه مدعی شده که در حال حاضر مذاکرات و رایزنی‌ها در خصوص آزادی اسرا در جریان است. گروه جیش العدل 17 بهمن ماه 5 مرزبان ایرانی را در جنوب سیستان و بلوچستان ربود و 3 فروردین ماه نیز گفت که یکی از آنها را کشته است. گروه تروریستی جیش العدل اعلام کرد که مذاکرات برای آزادی زندانیان اهل سنت از سوی جمهوری اسلامی در جریان است و تا پایان مذاکرات مرزبان دیگری را نخواهد کشت. این گروه در پیامی که روی وبلاگ خود منتشر کرده است اعلام کرد در حالی که پیشتر هشدار داده بود در صورت آزاد نشدن زندانیان اهل سنت روز 13 فروردین یک مرزبان دیگر را اعدام می کند، اکنون در حکم خود جهت بخشیدن فرصتی دیگر تجدید نظر کرده است. در این پیام با اشاره به در جریان بودن مذاکرات و رایزنی ها برای آزادی زندانیان اهل سنت در ایران آمده است، به اطلاع عموم می رسانیم که در حال حاضر تا پایان مذاکرات هیچ گونه خطری جان اسرا را تهدید نمی کند و در آینده در این باره بیشتر روشنگری خواهد شد. این گروه پیام به تعویق افتادن اعدام یک مرزبان ایرانی دیگر را در صفحه توییتر خود نیز منتشر کرده است. در همین راستا گوهر عشقی مادر ستار بهشتی وبلاگ نویسی که در بازداشت درگذشت در نامه‌ای که به جیش العدل نوشته از آنها خواسته مرزبانان ربوده شده ایرانی را آزاد کنند. من از بچه‌های بلوچ خودم ازشون می‌خوام. یک مادری هستم، مادر ستار بهشتی هستم که خودم دو فرزند می‌دیدم که فرزندم در جلوی خودم اومدن دستان زدن مردن. از بچه های بلوچ خودم تقاضا میکنم، حمایتشون میکنم. میدونم من شهر اونا کار نیست، آبادی نیست. من مادر ستان بهشتی هستم. از شما خواهش میکنم و تمنا میکنم این سربازا رو آزاد کنم. شما خود مادر داریم، درد میکنم. منطقه شما آبادی و کار نیست. من از شما حمایت میکنم، فقط سربازا رو آزاد کنیم. حمایت نمی کنم که از سربازا رو یه وقتی بکشن. بچه های بلوچ که من به وجودتون افتخار میکنم که سربازا رو آزاد کنیم. بهمن ماه گذشته 5 مرزبان ایرانی در مرز پاکستان توسط گروه تروریستی جیش العدل به گروگان گرفته شدند. این گروه از دولت جمهوری اسلامی خواسته برای آزادی این سربازان 50 عضو زندانی جیش العدل
200 نفر از شهروندان سنی مذهب زندانی در ایران و همچنین 50 نفر از زنان سنی که به ادعای جیش العدل در سوریه در بازداشت سپاه پاسداران هستند را آزاد کنند. روز سوم فروردین جیش العدل اعلام کرد که یکی از مرزبانان گروگان گرفته شده خود به نام جمشید دانایی فر را کشته است. در بیانیه که در وبلاگ و توییتر این گروه نیز منتشر شد آمده بود که دانایی فر به تلافی اعدام یکی از اعضای این گروه که زندانی بوده کشته شده است. هنوز هیچ فیلم یا عکس تایید شده ای از جسد این مرزبان ایرانی منتشر نشده است. همزمان با اعلام این خبر موج بزرگی از اعتراضات ایرانیان به گروه جیش العدل از جمله در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاد. به موجب حکم یک قاضی فدرال آمریکا ساختمان اداری میتاون نیویورک که محل استقرار تعدادی از شرکت‌های ایرانی بود مصادره شد و از حاصل فروش آن بخشی از غرامات قربانیان تروریسم پرداخت خواهد شد. به گزارش دیلی نیوز، شرکت‌های ایرانی مستقر در برج اداری میتاون نیویورک در پی صدور حکمی از قاضی دادگاهی در ناحیه منهتن این شهر مجبور به تخلیه این ساختمان و واگذاری آن به نهادهای فدرال آمریکا برای پرداخت غرامت به تعدادی از شاکیان که از اقدامات تروریستی ایران شامل حملات 11 سپتامبر آسیب دیدند شدند. در دهه 1990 کنگره آمریکا قانونی را تصویب کرد که بر طبق آن بازماندگان قربانیان حملات تروریستی می توانند از طریق دادگاه‌های آمریکا از دولت‌هایی که در این حملات تروریستی دست داشته‌اند غرامت طلب کنند. تعدادی از نمایندگان کنگره آمریکا از دولت باراک اوباما خواستند تا از صدور ویزا برای حمید ابوطالبی سفیر تازه ایران در سازمان ملل خودداری کند. رابرت منندز رئیس کمیته روابط خارجی سنا در گفتگو با خبرگزاری رویترز احتمال صدور ویزا از سوی وزارت خارجه آمریکا برای آقای ابوطالبی را نگران کننده خواند. جان مکین سناتور ارشد جمهوری خواه هم گفته است نباید برای آقای ابوطالبی اجازه ورود به آمریکا صادر شود. گفته شده آقای ابوطالبی از جمله دانشجویان تسخیر کننده سفارت آمریکا در سال 1358 بوده است، اما وی در گفتگو با سایت خبر آنلاین گفته است در این مورد نقش مترجم را ایفا کرده است. دولت آمریکا تاکنون از اظهار نظر درباره احتمال صدور ویزا برای حمید ابوطالبی خودداری کرده است. بشار الجعفری نماینده دائم سوریه نزد سازمان ملل متحد هشدار داد که گروه‌های به گفته او تروریستی با هدف فراهم کردن زمینه اتهامزنی به سوریه قصد استفاده از سلاح‌های شیمیایی را در منطقه جبر دارند. بشار الجعفری نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد در گفتگو با شبکه روسیا الیوم گفت تماس‌های بین مخالفان برای استفاده از سلاح شیمیایی در منطقه جبر رصد شده است. وی خاطر نشان کرد که 5 فروردین ماه در 2 نامه مشابه به دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت توجه آنها را به این موضوع بسیار مهم جلب کرده است. در رویدادی دیگر سازمان ناظران حقوق بشر سوریه میگوید که 3 سال جنگ داخلی در سوریه دست کم 150 هزار کشته بر جای گذاشته است. به گفته این سازمان 51212 شهروند از جمله 7985 کودک در میان کشته شدگان هستند. این سازمان که مقرش در بریتانیا تأکید دارد رقم واقعی قربانیان ناآرامی های سوریه احتمالاً بسیار بیشتر از این تخمین و نزدیک به 220,000 تن است. خشونت و کشتار در حالی در سوریه ادامه دارد که تلاش های بین المللی برای حل دیپلماتیک این مسئله از طریق برقراری ارتباط میان دولت بشار الاسد و مخالفان او بی نتیجه مانده است. الاخضر الابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در مسائل سوریه هفته گذشته اعلام کرد که به نظر نمی رسد
مذاکرات صلح سوریه در آینده نزدیک اثر گرفته شود. سازمان ملل متحد در تابستان گذشته شمار کشته شدگان خشونت‌های سوریه را دست کم 100,000 نفر دانست و زمستان همان سال اعلام کرد که با توجه به اینکه شرایط سوریه تخمین زدن دقیق در این خصوص را غیر ممکن می کند، دیگر گزارشی در مورد کشته شدگان خشونت‌های این کشور منتشر نمی کند. در کنار آمار مربوط به قربانیان، کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز اعلام کرده است که دست کم 500,000 نفر در 3 سال گذشته در سوریه زخمی شدند. همچنین سازمان ملل متحد می گوید که در حال حاضر سوری ها بزرگترین جمعیت پناهندگان را تشکیل می دهند. این سازمان تا کنون 2.6 میلیون سوری را به عنوان پناهنده در کشورهای همسایه سوریه و سایر کشورهای خاورمیانه ثبت کرده است. به گفته سازمان ملل متحد داخل سوریه نیز 6.5 میلیون سوری دیگر خانه و کاشانه خود را ترک کرده و درون کشور جابجا شدند. اعتراضات صدها نفر از هواداران حزب جمهوری‌خواه خلق، بزرگترین حزب مخالف در مجلس ترکیه، در برابر ساختمان شورای عالی انتخابات ترکیه در آنکارا به خشونت کشیده شد. هواداران حزب جمهوری‌خواه خلق با بیان اینکه در شمارش آرا در آنکارا تقلب صورت گرفته است، به نتیجه انتخابات شهرداری آنکارا اعتراض کردند و علیه شورای عالی انتخابات ترکیه شعار سر دادند. بر اساس آمار غیر رسمی، حزب اردوغان با کسب 45.51% آرا از کل آرا در سطح کشور توانسته از شهرداری‌های شهرهای مهم استانبول، آنکارا و بورسا را تصاحب کند. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در نشست وزرای خارجه 28 کشور عضو این ائتلاف اعلام کرد که همه همکاری‌های خود را با مسکو تعلیق کرده است. این تصمیم در اعتراض به ماجراجویی‌های اخیر روسیه در برابر بحران اوکراین قرار گرفته است. وزیران امور خارجه 28 کشور عضو ناتو روز 12 فروردین برای نخستین بار پس از الحاق کریمه به روسیه در بروکسل تشکیل جلسه دادند تا درباره بزرگترین بحران میان شرق و غرب پس از پایان جنگ سرد در اروپا به رایزنی بپردازند. خبرگزاری رویترز گزارش داده در این نشست کشورهای عضو بر سر تعلیق تمامی همکاری‌های نظامی و غیر نظامی میان ناتو و روسیه به توافق رسیدند. مقام‌های ناتو می‌گویند تصمیم یاد شده می‌تواند همکاری با روسیه در افغانستان در حوزه‌هایی چون آموزش پرسنل، مبارزه با مواد مخدر، نگهداری و تعمیر هلیکوپترهای نیروی هوایی افغانستان و همچنین جاده‌های این کشور جنگ‌زده را تحت تأثیر قرار دهد. با این حال تماس میان ناتو و روسیه در سطح سفیر یا مقام‌های بالاتر ادامه خواهد یافت تا آنها بتوانند درباره راه‌های خروج از بحران اوکراین با یکدیگر گفتگو کنند. آندره فوگراسموسن، دبیر کل ناتو، با غیر قابل قبول خواندن اقدامات روسیه در اوکراین گفته است: روسیه به واسطه اقداماتش اصولی که همکاری ما بر روی آن استوار شده بود را زیر پا گذاشته است و تعهدات بین المللیش را نقض کرده است. لذا نمی‌توانیم مثل سابق با هم کار کنیم. وزیران امور خارجه پیمان آتلانتیک شمالی در نشست خود همچنین از برنامه ریزان دفاعی ناتو خواستند تا یک سری اقدامات اضافی فوری را برای تقویت دفاع دست جمعی برنامه ریزی کنند. این اقدامات میتواند از جمله شامل اعزام سربازان و تجهیزات بیشتر ناتو به کشورهای عضو به ویژه در شرق اروپا، افزایش تمرین‌های نظامی، برداشتن گام‌هایی به منظور اطمینان از اینکه نیروی واکنش سریع ناتو میتواند به سرعت عازم مناطق مختلف شود و همچنین بازبینی برنامه‌های نظامی ناتو را شامل شود. قرار است طراحان نظامی ناتو ظرف چند هفته آینده برنامه خود را در این زمینه ها ارائه کنند. ناتو و اوکراین در نشست جداگانه ای موافقت کردند همکاری ها میان خود را افزایش داده و از طریق آموزش و سایر برنامه ها ساختار دفاعی این کشور اصلاح و تقویت شود. قرار است کارشناسان بیشتری از سوی ناتو به اوکراین فرستاده شوند. ناتو همچنین اعلام کرده است نشانه ای از عقب نشینی نیروهای روسیه از مرز اوکراین وجود ندارد. آندره فوگراسموسن به خبرنگاران گفته است
متاسفانه من نمیتوانم تایید کنم که روسیه نیروهای خود را عقب کشیده است. ما شاهد چنین وضعیتی نیستیم. در خبر دیگر، وزیر امور خارجه موقت اوکراین اعلام کرد کشورش به منظور بازگرداندن منطقه کریمه علیه روسیه به دادگاه بین‌المللی لاهه شکایت می‌کند. آندر دشتچیتسا گفته است جمهوری خودمختار کریمه را بخش جدایی ناپذیر اوکراین می‌داند. وی افزوده تصمیم گرفته ایم علیه روسیه و اقدامات این کشور در کریمه به دادگاه بین‌المللی لاهه شکایت کنیم. وزیر امور خارجه موقت اوکراین گفته است بر این باوریم که می توانیم با حمایت جامعه جهانی منطقه کریمه را از روسیه پس بگیریم. وی گفته است در حال جمع‌آوری اسناد برای ارائه به این دادگاه هستیم و این اقدام مدتی طول می کشد. به دنبال اعتراضات اوکراین و سقوط ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری این کشور، روسیه پس از برگزاری یک همه‌پرسی در منطقه کریمه و امضای یک قرارداد با دولت محلی آن، این شبه جزیره 2 میلیون نفری اوکراین را به قلمروی خود ضمیمه کرد. این ماجراجویی روسیه با خشم اتحادیه اروپا و آمریکا مواجه شد و این کشورها روسیه را مورد شدیدترین تحریم‌ها قرار دادند. حسن روحانی در یک گفتگوی تلفنی با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه پیروزی حزب حاکم عدالت و توسعه را در انتخابات شهرداری های این کشور به وی تبریک گفت. نخست وزیر ترکیه نیز در این تماس تلفنی ضمن قدردانی از تبریک رئیس جمهوری ایران گفت این انتخابات پاسخ مردم ترکیه به اتهامات بی اساس بود. یعقوب ملکی خلبان نیروی هوایی که در زندان به سر می برد در وضعیت وخیم جسمانی قرار دارد. یعقوب ملکی در 14 اردیبهشت ماه 1389 به اتهام ارتباط با دولت‌های متخاصم و تلاش بی‌سرانجام برای کودتا توسط اداره اطلاعات ارومیه دستگیر شد. او 9 ماه را در سلول‌های انفرادی این اداره بدون حق استفاده از تلفن و ملاقات با خانواده و زیر بازجویی‌های طولانی مدت و شکنجه‌های شدید از جمله آویزان کردن از سقف به سر برد. وی بر اثر همین ضرب و شتم‌ها از ناحیه چشم و گوش چپ به شدت آسیب دیده است. این زندانی سیاسی 14 بار به بیمارستان اعزام شده اما هیچ بار به شکل جدی و مؤثر درمان نشده و در حال حاضر ناراحتی چشم و گوش وی نگران کننده شده است. یعقوب ملکی پس از گذراندن 9 ماه در سلول‌های انفرادی در ارومیه به زندان اوین منتقل شد و 4 ماه در بندهای 209 و 240 در انفرادی بود. وی پس از 26 ماه بلا تکلیفی در آذر ماه 1391 از اتهام تبرئه شد ولی از آزادی او جلوگیری کردند. 10 روز بعد بار دیگر به دادگاه احضار شد و دلیل ممانعت از آزادی وی را کودتا علیه نظام اعلام کردند. این فرمانده پیشین نیروی هوایی ایران بدون دادگاه و محاکمه 4 ماه بعد به 10 سال حبس محکوم شد و این حکم هیچگاه به وکیل وی ابلاغ نشد. یعقوب ملکی دوره آموزشی خود را در آمریکا گذراند و پس از انقلاب ایران با شروع جنگ به کشورش بازگشت و 7 سال و 10 ماه در جبهه بود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از رایزنی ایران با 12 کشور برای توسعه همکاری‌ها در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد. محمود واعظی که در 6th کنفرانس توسعه جهانی مخابرات در دبی به سر می‌برد، در گفتگو با ایرنا گفت در حاشیه این کنفرانس دیدارهای دو جانبه با وزیران کشورهای پاکستان، نیجریه، جمهوری آذربایجان، چین، مالی، مالزی، تونس، بورکینافاسو و فلسطین انجام شد و قرار شد این همکاری‌ها صورت بگیرد. معاون شهرداری تهران خبر داد که ساخت مونوریل در تهران به طور کلی منتفی شده است و به جای آن باید بر ساخت مترو تاکید داشت. بر طبق برآوردها 12 میلیارد تومان برای آغاز طرح مونوریل در تهران هزینه شده که اینک با منتفی شدن این طرح این هزینه بی مصرف خواهد شد. جعفر هاشمی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت امروز دیگر اصراری برای مونوریل وجود ندارد و ساخت مونوریل تفریحی تهران هم منتفی شده است. به گفته او مونوریل به طور عمده در چارچوب گردشگری معنا دارد و اساساً وسیله‌ای کم ظرفیت است
که برای ترددهای سبک ساخته می شود، نه برای جابجایی انبوه شهروندان تهران. وی اضافه کرد وقتی شهروندان برای ترددهای عادی خود مشکل دارند، بهتر است اولویت مسائل اساسی باشد، نه مسائل تفریحی و سمبولیک. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران همچنین گفت که در خصوص ساخت مونوریل اختلافات جدی بین مسئولان وجود داشت. وی گفت که پیشنهاد این معاونت احداث مونوریل در حد فاصل پارک پردیسان و برج میلاد تا نمایشگاه بین المللی و البته با نگاه گردشگری و تفریحی بود که اکنون این پروژه انجام نخواهد شد. به گفته معاون قالیباف، مترو حدود 5 برابر مونوریل ظرفیت دارد و اگر دولت منابع مالی لازم برای ساخت مترو را به سرعت محقق کند، ساخت مترو کاری شدنی و ماندگار برای شهر و کشور خواهد بود. تهران پرترافیک ترین شهر ایران است و شهروندان برای رفت و آمدهای روزانه خود گاهی ساعتها در ترافیک میمانند. ساخت مونوریل در تهران از طرحهایی است که محمود احمدی نژاد در دوران مسئولیت خود در شهرداری پایتخت بر آن اصرار داشت. پروژه مونوریل در عین حال موضوع پایان نامه دانشگاهی محمود احمدی نژاد نیز بود. این طرح بعدها در دوران ریاست جمهوری او نیز به موضوع مناقشه میان دولت و شهرداری تبدیل شد. طرح احداث مونوریل به اواخر سال 1382 باز می‌گردد که محافظه‌کاران شورای شهر تهران را در اختیار داشتند و به انجام آن رأی دادند. اما در حالی که محمود احمدی نژاد تاکید داشت پروژه 6 کیلومتری مونوریل تهران تا اواسط سال 1384 به پایان برسد، مسئولان وقت فرمانداری تهران که از اصلاح طلبان بودند با آن مخالفت کردند. پس از آن هم محمد باقر قالیباف شهردار بعدی تهران مخالفت خود را با این طرح اعلام کرد تا پروژه ساخت مونوریل پایتخت از مرحله گود برداری و نصب پایه‌ها فراتر نرود. امری که خبرگزاری فارس در آن زمان هزینه‌اش را 12 میلیارد تومان برآورد کرده بود. سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی پاکستان و وزیر امور خارجه این کشور گفت که با هدف ارتقای سطح روابط نواز شریف نخست وزیر پاکستان در ماه مه و یا ژوئن سال جاری میلادی به تهران سفر می کند. به گزارش بی بی سی وی در گفتگو با این رسانه گفت که در 5 سال گذشته در روابط ایران و پاکستان مشکلاتی وجود داشته است. مشاور امنیت ملی پاکستان همچنین گفته روابط بهتر بین این دو کشور برای جهان اسلام مهم است. این اظهارات آقای عزیز در حالی عنوان می شود که روابط بین تهران و اسلام آباد به دنبال ربوده شدن 5 سرباز ایرانی توسط گروه جیش العدل با مشکلاتی روبرو شده است. مقامات ایرانی می گویند این گروه در داخل خاک پاکستان پناه گرفته است. ادعایی که مقامات پاکستان به شدت آن را رد می کنند. این مقام پاکستانی در پایان هم گفته است توازن روابط بین ایران، عربستان سعودی و پاکستان ضروری است. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه پس از پذیرش استعفای دولت این کشور مانوئل والس 51 ساله را به عنوان نخست وزیر جدید فرانسه معرفی کرد. جزئیات بیشتر در گزارش محمد رضا شاهید از پاریس. همه چیز بعد از انجام انتخابات شهرداری ها در فرانسه آغاز شد. روز دوشنبه نخست وزیر آقای ایرو استعفا داد و آقای مانوئل والس وزیر کشور به عنوان نخست وزیر معرفی شد. روز سه‌شنبه دیروز مراسم تعویض انجام گرفت. آقای ایرو با یک قطار معمولی بدون هیچ نوع مراسم شخصا به شهر خودش نانت برگشت. مردم این شهر با استقبال گرمی با او روبرو شدند و آقای ایرو از ماه دیگر به عنوان نماینده مجلس به پاریس و سیاست باز خواهد گشت. تمام دیروز بعد از ظهر صحبت بر سر جابجایی و انتخاب وزرا بود. حزب سبز اعلام کرد که با دولت جدید همکاری نخواهد کرد و چنانچه وزیری از حزب سبز انتخاب بشود از حزب اخراج خواهد شد. نتیجه امروز ساعت 11:30 فهمیدیم که خانم سگولن وایل همراه و همسر رئیس جمهور، همسر سابق رئیس جمهور به مقام وزیر محیط زیست رسیده. انتخاب دیگر برنارد کازنوف به عنوان وزیر کشور، وزارتخانه بسیار مهم. آقای فابیوس در مقام خودش باقی مونده.
موفقیت او در سیاست خارجی غیر قابل انکار. البته جابجایی وزرا تا اونجا دشوار به نظر می رسید که آقای اولاند رئیس جمهور می بایست امروز صبح در بروکسل بود برای نشست مهم افریقا با اتحادیه اروپا. می دونید که افریقا قاره است سیاسی و اقتصادی و تعیین کننده در دهه های آینده. برحال آقای اولاند با تأخیر ظهر امروز به کاخ الیزر و به سمت بروکسل ترک کرد. اولین جلسه هیئت دولت روز جمعه برگزار خواهد شد و آقای مانوئل والز در مقام نخست وزیری روز سه‌شنبه به مجلس خواهد رفت تا کابینه خودش رو معرفی و رأی اعتماد رو که مشکلی هم نخواهد داشت کسب بکنه. در مورد کابینه زمانی صحبت از این بود که آقای لودریان که وزیر دفاع بوده ممکن است وزیر کشور بشود، اما میدونید که فرانسه در دو نوبت در افریقای مرکزی و در مالی نیرو داشت و بهتر بود که جابجایی در سطح وزارت دفاع انجام نشه. روی هم رفته تعداد وزرای زن و محدود بودن تعداد وزرا امتیازی است که میتواند در آینده به قضاوت گذاشته شود و روی هم رفته در عین اینکه چندان سورپریزی وجود نداشت اما انتظاراتی وجود داشت، از جمله شهردار کنار رفته شده آقای برسان دولانوه احتمال داشتن وزارتخانه‌ای رو با او منصوب می‌کردن که چنین نبود. پاریس، تلویزیون ایران فردا. اسرائیل اعلام کرد حماس همچنان به آزمایش موشکی خود ادامه می‌دهد. به گزارش رویترز، رادیو اسرائیل در این خصوص گفت که حماس صبح روز سه‌شنبه 4 فروند موشک جدید را به مرحله آزمایش درآورد. بنابراین گزارش، این موشک‌ها به منطقه گوش قطیف اصابت کرد. رادیو اسرائیل در بخش دیگری از این گزارش اعلام کرد حماس اخیراً تلاش کرده است که سطح آموزش نیروهای خود در زمینه شلیک موشک و همچنین آزمایش برد آنها را افزایش دهد. حماس به نیروهای خود شیوه‌های نوین ربودن سربازان اسرائیلی را هم آموزش می‌دهد. واشنگتن پست گزارشی از تحقیقات مجلس سنای آمریکا را در خصوص سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا منتشر کرده است که نشان می‌دهد این دستگاه امنیتی کاخ سفید را گمراه کرده است. به گزارش روزنامه واشنگتن پست، کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا در گزارش تازه‌اش نوشته است CIA سال‌هاست که جوانبی از برنامه بازجویی‌های خشن از مظنونان به تروریسم را از دولت و افکار عمومی پنهان نگه داشته است. در گزارش کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا از جمله به تأسیسات بازجویی CIA موسوم به محوطه‌های سیاه اشاره شده و گفته شده که در این اماکن حتی پس از آنکه تحلیلگران مطمئن بودند زندانیان اطلاعات بیشتری برای ارائه ندارند، آنها را در معرض روش‌های شدید بازجویی قرار می‌دادند. در همین حال یک سخنگوی CIA به روزنامه واشنگتن پست گفته است سازمان CIA هنوز نسخه نهایی این گزارش را ندیده و بنابراین نمیتواند در این مورد اظهار نظر کند. برخی مقام‌های کنونی و پیشین CIA نیز به این روزنامه گفتند تحقیقات منجر به این گزارش اشتباهات اطلاعاتی زیادی دارد و در آن نتیجه‌گیری‌های گمراه کننده‌ای انجام شده است. در ماه مارس سناتور داین فاینستاین که ریاست کمیته اطلاعاتی سنا را بر عهده دارد سازمان CIA را متهم کرد که اقدام به جستجو در رایانه‌های مورد استفاده گزارش دهندگان به این کمیته کرده و نسبت به قانونی بودن این اقدام CIA ابراز تردید کرد. شرکت نفت و گاز روسیه اول آوریل اعلام کرد که بهای گاز صادراتی خود را به اوکراین در سه ماهه دوم سال جاری میلادی افزایش خواهد داد. به گزارش خبرگزاری اقتصادی پرایم روسیه، شرکت گاز پروم بهای هر 1000 متر مکعب گاز صادراتی خود به اوکراین را از 1 آوریل افزایش داد. الکسی میلر رئیس این شرکت بزرگ نفت و گاز ضمن اعلام این خبر گفت در حال حاضر میزان بدهی اوکراین در رابطه با واردات گاز از روسیه 1.711 میلیارد دلار است. الکسی میلر همچنین گفت بهای ترانزیت گاز روسیه از طریق خاک اوکراین نیز افزایش می‌یابد. در دوران ریاست جمهوری ویکتور یانوکوویچ در اوکراین روسیه تخفیف ویژه‌ای برای صادرات گاز خود به این کشور قائل شده بود که با این تصمیم تخفیف مورد نظر نیز کنار گذاشته خواهد شد. در رویداد دیگر
پارلمان اوکراین روز سه‌شنبه اول آوریل به خلع سلاح گروه‌های شبه نظامی که در اعتراض علیه حکومت ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده شرکت کرده بودند رأی مثبت داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این تصمیم با رأی 256 نماینده به تصویب رسید، در حالی که 47 نماینده از دادن رأی خودداری کردند. در حالی که پیش از این رئیس ستاد سوخت ایران از به تعویق افتادن افزایش قیمت بنزین تا پایان فروردین سخن گفته بود، یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از افزایش 30% قیمت بنزین در ماه فروردین خبر داده است. دولت افزایش قیمت حامل‌های انرژی را در شرایطی آغاز کرده که اخیراً نرخ آب، برق و نیز تعرفه گاز خانگی در ایران افزایش یافت. پیشتر دولت حسن روحانی گفته بود حامل‌های انرژی از ماه خرداد و با شیب ملایم افزایش خواهد یافت. علی محمد احمدی عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از افزایش قیمت بنزین در ماه فروردین 1393 خبر داده و گفته به احتمال بسیار زیاد میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی 30% خواهد بود. این نماینده مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه 12 فروردین 93 در گفتگو با سایت خانه ملت همچنین به احتمال تک نرخی شدن قیمت بنزین پس از افزایش قیمت اشاره کرده و گفته است در این صورت نرخ بنزین آزاد که در حال حاضر 700 تومان است با احتساب 30% افزایش حدود 1000 تومان تعیین می شود. این در حالی است که مجتبی شفیعی رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت 28 اسفند 92 به خبرگزاری مهر گفته بود گرانی بنزین تا پایان فروردین به تعویق افتاده است. قانون بودجه 93 مصوب مجلس به دولت اختیار داده تا حدود 48 هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه‌ها درآمد کسب کند که تحقق این میزان درآمد مستلزم افزایش قیمت حامل‌های انرژی است. دولت در شرایطی افزایش قیمت حامل‌های انرژی را آغاز کرده که در اسفند ماه سال گذشته برق و آب گران شد. همچنین روز گذشته نیز بهای گاز مصرف کنندگان خانگی 20% و بهای گاز مشتریان عمومی 30% افزایش یافت. همچنین این افزایش ها در حالی است که حسن روحانی پیشتر وعده داده بود افزایش قیمت حامل‌های انرژی در حوزه تولید در سال 93 شیب ملایمی خواهد داشت. اسحاق جانگیری معاون اول روحانی نیز در روزهای اخیر در چندین نوبت اظهاراتی در این خصوص داشته و گفته بود افزایش حامل‌های انرژی با شیب ملایم خواهد بود، چرا که به گفته او باید مراقب شوک‌های اقتصادی بود. مجلس ایران سال گذشته قانونی را تصویب کرد که به موجب آن دولت در سال 93 می‌تواند از اجرای هدفمندی یارانه‌ها مبلغ 63200 میلیارد تومان درآمد کسب کند. برای تحقق چنین درآمدی لاجرم قیمت حامل‌های انرژی تا 33% افزایش می‌یابد. تصویب درآمدهای دولت و افزایش بهای حامل‌های انرژی در حالی با حمایت مجلس انجام شد که معلوم نیست این قوه تا چه حد از آن حمایت کند. پیشتر برخی از نمایندگان از جمله احمد توکلی نسبت به آثار تورمی افزایش حامل‌های انرژی ابراز نگرانی کرده بود. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا با تصویب قانونی صاحبان خانه هایی که از 20 سال قبل یا بیشتر در اجاره افراد هستند را ملزم کرد ظرف 2 ماه به مستأجر خود بفروشند. در غیر این صورت جریمه می شوند. بر اساس این قانون جریمه مرحله نخست برای افرادی که از این قانون سرپیچی می کنند 40317 دلار خواهد بود که باید ظرف 5 روز پرداخت شود. این جریمه در صورت عدم پرداخت در مرحله بعد به چند برابر افزایش خواهد یافت. در این خصوص رئیس انجمن مالکان املاک شهری ونزوئلا گفت برای اجرا شدن این قانون تشریفات اداری بسیاری وجود دارد. وی در عین حال این قانون را که بر اساس آن مالکان مسکن مجبور شوند از ملک خود دست بکشند را مغایر با قانون اساسی قلمداد کرد. و اما آخرین خبر این که رئیس جمهوری رومانی میگوید آمریکا درخواست کرده است تا بر شمار نظامیان و جنگنده‌هایش در پایگاه نظامی در شرق رومانی بیفزاید. در نامه رئیس جمهوری رومانی به پارلمان این کشور آمده است وزارت دفاع آمریکا مایل است تعداد سربازان خود را از 1000 نفر به 1600 نفر افزایش دهد. بر اساس این درخواست همچنین آمریکا می‌خواهد جنگنده‌های بیشتری برای ماموریت‌های خاص در این پایگاه مستقر کند. رومانی یکی از اعضای پیمان ناتو است و
و این پایگاه در چند صد کیلومتری شبه جزیره کریمه واقع است. ارتش آمریکا از سال 1999 از این پایگاه استفاده می‌کند و این پایگاه یکی از مراکز اصلی نقل و انتقال تدارکات برای افغانستان بوده است. سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودین در این بخش خبری. تا دقایق دیگر بیننده برنامه صفحه 1 ما خواهید بود. شب و روز خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.